نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر در سومین روز هشتمین دور گفتگوهایشان درباره جزئیات توافقنامه گفتگو می کنند. وزارت امور خارجه نیز از پیشرفت‌ها در این روند خوشبین است و از آمادگی‌های حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای میان افغانان اطمینان می‌دهد. در این گفتگوها پیشرفت‌ها بسیار چشمگیر است و ما امیدوار هستیم که انشاءالله با پایان یافتن گفتگوهای بین الافغانی ما به صلح برسیم. لکه څنګه چې مخکې مو ویلی و چې په تیرو پړاوونو کې د امریکا سره په مذاکراتو کې تر ډیره حده پرمختګ سوی او په اوسنی پړاو کې د سولې د توافقنامې په وروستیو ټکو باندې خبرې روانې دي او راتلونکي څو ورځې به دوام وکړي او تر یوه حده په خبرو کې پرمختګ هم سوی دی. با این همه سخنگوی دفتر طالبان در قطر از ادامه هشتمین دور گفتگوها تا چند روز دیگر خبر می دهد. یک عضو هیئت گفتگو کننده طالبان با امریکاییان می گویند که موضوع آتش بس در گفتگوهای میان افغانان مطرح خواهد شد. شورای نجات افغانستان که از اعضای پیشین طالبان ساخته شده است می گوید که برای آنان سال اولویت دارد. مور بای جو صلح د انتخابات لپاره قربانی نکو او انتخابات د صلح لپاره قربانی کو. هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر میگوید که پس از توافق با امریکا توافقنامه صلح در حضور رسانه ها و گواهان جهانی اعلام خواهد شد. به انتظار می رود که پس از توافق امریکا با طالبان گفتگوهای میان افغانان در یکی از کشورهای اروپایی آغاز شوند.